سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنون که تشریف آوردید. این وظیفه به من محول شده که در مورد کمانچه یه چند تا جمله اگر تا اونجا که بضاعت هست در خدمتون باشم. چون تو شبهای گذشته کمتر این اتفاق افتاد که در مورد کمانچه و یک پیشینه یک سابقه کوتاهی گفته بشه، دیگه دوستان این مسئولیت رو به من سپردن که چند جمله‌ای در مورد کمانچه عرض کنم خدمتتون. البته می‌بینم که اساتید درجه یکی اینجا تشریف دارین از موسیقی، از کمانچه نوازی که من چهره رو می‌شناسم درس پس میدم، ببخشید. پیشینه ساز کمانچه در مشرق زمین قطعا هست و از مشرق زمین به نقاط دیگه دنیا رفته. در حال حاضر شاید بگم بیشترین جاهای دنیا این ساز رو دارن و استفاده میکنن به شکل‌های مختلف، با اسامی مختلف، با متریال و مصالح مختلف، متناسب با مصالحی که در دسترس هر قوم یا هر شخصی بوده تو هر منطقه‌ای، از چوب‌های مختلف، از مصالح و متریال مختلف، از مثلا پوست حیوانات مختلف استفاده شده برای ساختن و برای بیان اندیشه که اون حالا نوازنده حالا روستایی بوده یا شهری بوده. فکر میکنم طبق حالا پژوهش‌هایی که تو این 20 و چند سال که من داشتم جست و گریخته، البته بیش از 150 تا کشور در دنیا الان در حال حاضر این خانواده این ساز استفاده میکنن با اسامی مختلف. تا یه جایی بهش میگن ارهو، یه جایی میگن ساسامسا، یه جایی میگن قچق، یه جایی میگن کمانچه، یه جایی میگن کمانچه، و با اسامی مختلف، با لهجه‌های مختلف، در زبان‌های مختلف این ساز گفته میشه و خب کاربرد موسیقی داره، هم در موسیقی منطقه‌ای و روستایی، هم در موسیقی شهری، هم در موسیقی آیین‌های مختلف، سوگواری، شادمانی و هم به اصطلاح در کاربردهای مختلف در همراه با زندگی. سابقه که در ایران من جستجو کردم از قبل از اسلام هست، چند صد سال قبل از اسلام، و در دورهای مختلف دستخوش تغییرات مختلفی شده این ساز و شعرهای مختلف از جمله حافظ، خواجو، سعدی، مولانا. اینقدر ما سر کلاس صحبت میکنیم دیگه عادت کرد. برطریق اینکه شعرهای مختلف اسم کمانچه رو آوردن در دیوان شعرشون، در غزلیاتشون، در کارهایی که ثبت شده و در تاریخ هست، در ادبیات ما هست. در ایران در دوره قاجار، در دوره ناصری این ساز تقریبا به دوره اوج خودش میرسه تا اون دوره و وارد دربار میشه و وارد موسیقی شهری ما میشه. متاسفانه دقیقاً بعد از همین دوره ناصری، ناصرالدین شاه قاجار، با ورود ویولون به فرهنگ موسیقی ما و اصولاً تفکر غربی که وارد فرهنگ ما شد، ویولون جایگزین کمانچه شد و خیلی از کمانچه نوازها کمانچه رو کنار گذاشتن و شروع کردن به نوازندگی ویولون. و خب یک سازی بود که ویولون که سابقه خیلی مدونی داشت، یک رپرتوار یعنی یک پیشینه، یک پشوانه خیلی خوب مکتوب داشت، 300-400 سال تا به امروز البته سابقه ثبت شده و نوشته شده داره و خب از جهت فیزیکی و ساختار صوتی خیلی روش مطالعه شد در اروپا، در مخصوصا در ایتالیا. و با ورود ویولون به فضای موسیقی سنتی ما، کمانچه عملا کنار گذاشته شد و همه نوازنده شروع کردن به ویولون نوازی، تا اینکه بعد از یک دوره‌ای میشه گفت آخرین نفس‌های دوره قاجار، سنتگرایی دوباره تقویت شد و کمانچه نوازها دوباره روی آوردن به سمت کمانچه که قدیم می‌زدن. حتی استاد علی اصغر بهاری که پیر و پیشکسوت و به اصطلاح سردمدار کمانچه نوازی نوین ما
حساب میشن که خدا رحمتشون کنه. ایشون هم حدود 20 سال من ایشون هرگز متاسفانه نشد که در خدمتشون باشیم، ولی ایشون هم حدود 20 سال من شنیدم که ویولون زدن و بعد از ویولون دوباره روی آوردن به کمانچه. جزو معدود نفراتی بودن که شروع کردن با حمایت البته دولت وقت و فضایی که غالب بود در اون دوره مجدد کمانچه نوازی رو ایشون شروع کردن. حسین خان یاحقی و نوازنده‌های دیگه ادامه دادن همین نوازندگی رو و تا به امروز دیگه ما نمیتونیم واقعا بگیم کم آنچه، باید بگیم زیاد آنچه، چون دیگه واقعا من در جریان هستم که در ماه چند صد کمانچه ساخته میشه و شاگردای زیادی ادامه مکتب اون دوره هستن و دارن نوازندگی میکنن و خدا رو شکر امروز دیگه از خطر انقراض نجات پیدا کرد. این تا اینجا یه سابقه خیلی کوتاه اساتید مختلفی که نوازندگی رو از استاد بهاری به ارث بردن و از ایشون آموختن و به نسل بعد نسل بعد نسل بعد منتقل کردن، اساتید خیلی زیادی، استاد گنجه‌ای، استاد شکارچی، استاد مقدسی و و و اساتید برجسته درجه یکی که در حال حاضر همشون خدا رو شکر هستن و همچنان مشغول به تدریس و انتقال تجربه هستن به نسل من و از من بعد از من. و امروز دیگه واقعا خطر انقراض عرض کردم دیگه تهدید نمی‌کنه، کمانچه رو خیالمون راحت شد. ولی یک نکته که شاید خیلی موقع‌ها اگه وارد ساختار ساز بخوایم بشیم خب خیلی طولانی میشه که از بالا چه اسمی داره و چه کاری میکنه تا پایین هست، ولی کمانچه این چیزی که ما به اسم کمانچه میشناسیم شاید خیلی‌ها فکر می‌کنن که این وسیله است، در صورتی که این وسیله به نظر من اسم نداره، یعنی من چیزی ازش توی جایی پیدا نکردم که اسم این وسیله چیه. کمانچه، کمان کوچک، بو، بی او دبلیو انگلیسی، آرشه فرانسوی و کمانچه این وسیله است، کمان کوچک که روی سیم کشیده میشه و صدای ساز در میاد. در حال حاضر تمام اقوام ایرانی تقریبا کمانچه دارند، حالا در جایی قوی تر مثل غرب ایران کمانچه قوی تر هست، کمانچه نوازهای برجسته‌ای حضور دارند، داشتند و دارند. منطقه شرق ضعیف‌تر، مثلا قیچک قوی‌تر هست. جنوب به دلیل شرایط آب و هوایی و اقلیمی یه مقداری حضور این ساز ضعیف‌تره، ولی داره قوی میشه، در اینقدر داره کمیتش رشد میکنه. در شمال، در گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان خیلی نوازنده خوبی داشتیم و داریم، به جز منطقه مرکزی ایران که منطقه خالی از جمعیت و خالی از شاید تمدن باشه. خب طبیعی هم هستش که موسیقی خیلی روش نکرده و کمانچه هم به همون نسبت ضعیف‌تر هست، ولی در همه نقاط ایران، نقاط به اصطلاح اطراف ایران و خیلی از کشورهای دیگه که به جز صحرای مثلا سینا مصر فرض کنید یا آمازون یا قطب، خب طبیعیه که جمعیتی زندگی نمی‌کنه، خب موسیقی هم روش نمی‌کنه، در کنارش کمانچه هم ضعیف‌تره، ولی خیلی از جای دنیا هست. نمی‌تونیم بگیم کجاییه، می‌تونیم بگیم شرقی و به زعم من از شرق آسیا وارد این سمت خاورمیانه شده و از اینجا وارد اروپا و بقیه جای دنیا شده، چون چین و هند خیلی سابقه طولانی تر و قدیمی تری دارن نسبت به این ساز. در کشمیر میگن ساز کشمیر و واقعا سابقه خیلی زیادی داره این ساز. این یک مختصر خیلی کوتاه بود که امیدوارم سرتون در نیاورده باشم. من امشب من ابو عطا قرار شده بزنم، یعنی با خودم قرار گذاشتم که چند دقیقه ابو عطا اجرا میکنم و اینکه اجرای امشب هم میخوام به استادم استاد شکارچی تقدیم کنم.